به نام خدا و سلام و وقتتان بخیر. به خبر در سلو و تولو نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبر. تلاش ژاپن برای بهبود روابط کابل با جهان. سفیر ژاپن در کابل میگوید که کشورش از بحر نزدیکی روابط طالبان با جهان تلاش های فراوان را انجام داده است. افغانستان د اسلامي امارت او د جاپان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او پیاوړې دي، او دغه اړیکې د دواړو هېوادونو د ولسونو ترمنځ د حکومتونو ترمنځ لا هم پرمختګونو ته زمینه هواروي. جاپان کشور نزدیک به افغانستان است، دوم کشور صنعتي او تولیدي است که به مواد خام ضرورت داره و افغانستان به مرکز ضرورت داره. تاکید پاکستان بر بیرون کردن مهاجران غیر قانونی. همزمان کنسول امارات اسلامی در شهر کراچی پاکستان میگوید که نظامیان این کشور بدرفتاری و بازداشت مهاجران افغان را که سندهای قانونی نیز دارند را سرعت بخشیده. من میخواهم که دوباره بگویم که این تصمیمی نیست که دولت تنها درباره افغانستان گرفته باشد. این تصمیم درباره همه کسانی است که به گونه غیر قانونی در پاکستان بود و باج دارند. سیانهای برخواسته از تغییرات اقلیمی در کشور. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید میزان بارندگی ها در کشور در مقایسه با سالهای دیگر 37% کاهش یافته است. قدی کلونو کی تقریبا 10% دی اورختونو کموالی دا زیات تاثیر پر متاثر پر محیط او پر محول بندی کرد. تغییرات اقلیمی به یک چالش عمیق و بنیادین به شهروندان افغانستان و ویژه برای زنان و کودکان این کشور باقی مانده است. و نگرانی ها از اوضاع دشوار فلسطینیان در نوار غزه. همزمان مقام های بهداشت نوار غزه هشدار دادند که در صورت قطع برق شفاخانه ها و عدم دریافت لوازم بهداشتی، دارو و مواد سوخت، هزاران زخمی جانهایشان را از دست خواهند داد. من حامد بهرام هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفیر ژاپن در کابل میگوید که کشورش از بحر نزدیکی روابط طالبان با جهان تلاش‌های فراوان را انجام داده است. معاون اداره ریاست الوزراء در دیدار با تاکاشی اوکادا خواهان گسترش روابط جهان با امارات اسلامی شده. در همین حال سخنگوی امارات اسلامی میگوید که دو طرف درباره مسائل امنیتی نیز گفتگو کردند و معاون اداره ریاست الوزراء از مسئولیت خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر اطمینان داده است. سفیر ژاپن برای افغانستان در ادامه دیدارهای خود با معاون اداری ریاست الوزراء دیدار کرده و دو طرف درباره روابط دو کشور، کمک‌های بشری و دیگر مسائل گفتگو کردند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در این دیدار عبدالسلام حنفی گفته که امارت اسلامی خواهان روابط نیک با ژاپن و تمام کشورهای دیگر جهان است و به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر کار گرفته شود. افغانستان د اسلامي امارت او د جاپان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او پیاوړې دي، او دغه اړیکې د دواړو هېوادونو د ولسونو ترمنځ د حکومتونو ترمنځ لا هم پرمختګونو ته زمینه هواروي. او موږ په دې لټه کې یو چې د جاپان له تجاربو نه د هېواد په آبادۍ کې استفاده وکړو. ذبیح الله مجاهد افزوده که در این دیدار سفیر ژاپن برای افغانستان افزوده است که از بحر نزدیک ساختن روابط طالبان با جهان تلاش کرده و اطمینان داده که آنان در کنار مردم افغانستان هستند. از سوی دیگر شمار از آگاهان مسائل سیاسی و دیپلماتان پیشین روابط افغانستان با ژاپن را مهم می دانند و به این باورند که حکومت سرپرست باید برای بیرون رفت از وضعیت کنونی با جامعه جهانی روابطش را نیرومند بسازد. ژاپن هیواد هغه هیواد دی چې کولای سي په افغانستان کې په هر برخه کې ډېر ښه بدلونونه رامنځته کړي، او موږ باید خپل ارتباطات نه یوازې له جاپان سره، له ټولې نړۍ سره باید په همدې شکل سره وساتو. ژاپن کشور نزدیک به افغانستان است، دوم کشور صنعتي او تولیدي است که به مواد خام ضرورت داره و افغانستان به مرکز ضرورت داره. سیوم ژاپن همیشه کمکهای بلایواز در بنابر ضرورت مهمی که افغانستان داشته کردن و همیشه میکنن و کشور است که در امورات داخلی افغانستان علیه سیاسی و نظامی چوخ مداخله نداشته. این در حالی است که روز شنبه تاکاشی اوکادا در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته بود که ماموریت وی همچون سفیر ژاپن برای افغانستان پایان یافته و پس از این تاکو یوشیکورمایا مسئولیت سفارت را به عهده خواهد داشت.
وزیر خارجه موقت پاکستان اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان را ویژه مهاجران افغان نمی‌داند. جلیل عباس جلیلی می‌گوید که بر بنیاد واپسین تصمیم این کشور، مهاجرانی که سندهای قانونی دارند می‌توانند در این کشور بمانند. اما کنسول امارات اسلامی در شهر کراچی پاکستان می‌گوید که نظامیان این کشور بدرفتاری و بازداشت مهاجران افغان را که سندهای قانونی نیست در دست دارند سرعت بخشیده. وزیر خارجه موقت پاکستان در این نشست با اشاره به تصمیم پسین حکومت موقت پاکستان درباره اخراج مهاجران از این کشور میگوید که مهاجرانی که سند قانونی دارند می توانند در این کشور بمانند، اما مهاجرانی که سند قانونی مهاجرت ندارند از این کشور اخراج خواهند شد. من می خواهم که دوباره بگویم که این تصمیمی نیست که دولت تنها درباره افغانستان گرفته باشد. این تصمیم درباره همه کسانی است که به گونه غیر قانونی در پاکستان بود و باج دارند و من فکر می کنم بر بنیاد این تصمیم تمام کسانی که به گونه قانونی در پاکستان بود و باج دارند اذیت نخواهند شد. اما کنسول امارت اسلامی در کراچی پاکستان میگوید که نظامیان پاکستانی در یک ماه پسین بدرفتاری با مهاجران را که سندهای قانونی دارند نیز شدت بخشیده است. به گفته عبدالجبار تخاری بیش از 500 مهاجر افغان که سندهای قانونی داشتند با تلاش‌های کنسولگری امارت اسلامی در کراچی از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. اگرچه اعلان حکومت پاکستان امنی است که افغان‌هایی که حامل دستاویزات است به نام پیوار اسیسی آنها آزار اذیت و گرفتار نشوه و ما تحتین این پلیس ها آنها را گرفتار میکنه و پول مطالبه میکنه، در صورت عدم تادیه پول آنها را زندانی میسازه. در همین حال یک آگاه مسائل مهاجرت میگوید که برخورد نادرست با مهاجران افغان در پاکستان نقض قوانین بین المللی است و این اقدام اثرهای منفی بر روابط دو کشور نیز خواهد گذاشت. این موضوع باعث تأثیرات منفی بر دیگر بخش‌های روابط دو کشور از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی خواهد شد. کنسول امارت اسلامی در کراچی پاکستان همچنان آمار می‌دهد که در یک ماه پسین بیش از 120 هزار تن از پاکستان به کشور برگشتند. نگرانی‌ها از اوضاع مهاجران در پاکستان در حالی افزایش یافته است که پیش از این وزیر داخله حکومت موقت این کشور گفته است که تمامی مهاجران غیرقانونی از جمله 1.7 میلیون مهاجر از افغانستان باید تا اول نوامبر سال جاری این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به تالون یوس میگوید که قرار است سرپرست این وزارت در رأس یک هیئت فردا به چین برود. آخوندزاده عبدالسلام جواد میافزاید که نورالدین عزیزی در جریان سفرش به چین درباره مسائل گوناگون به ویژه باز شدن راه واخان با مقام های آن کشور گفتگو خواهد کرد. این در حال است که سخنگوی امارت اسلامی پیش از این گفته است که حکومت سرپرست تلاش دارد تا روابط اقتصادیش را با کشورهای همسایه و منطقه گسترش بدهد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که میزان بارندگی ها در کشور در مقایسه با سالهای دیگر 37% کاهش یافته است. با گفته این نهاد در نتیجه تغییرات اقلیمی و سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 700 تن جان باختند و بیش از 100 هزار جریب زمین ویران شده. در این میان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید که در سالهای پسین مسئله تغییرات اقلیم در افغانستان جدی گرفته نشده است. همزمان با هفته جهانی تغییر اقلیم، اداره ملی حفاظت از محیط زیست از کاهش میزان بارندگی در کشور سخن میزند. معین مالی و اداری این نهاد در کنفرانس تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر افغانستان در کابل میگوید که سال پار در نتیجه تغییرات اقلیمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها و طوفان‌ها 1700 تن جان باخته و بیش از 100 هزار جریب زمین نیز تخریب شده است. ورخت دیواری ورخت بارانونه هغه 30% کم شوی ده. په دې کلونو کې تقریبا 30% د اورښتونو کموالی دا زیات تاثیر پر محیط او پر ماحول باندې کړی ده. تغییر اقلیم زندگی و روزگار 8 میلیارد نفوس روی کره زمین مختل ساخته و اینا را به مشکل دوچار ساخته. از سوی هم نماینده دفتر معاونت سازمان ملل متحد از بی‌توجهی سازمان‌های جهانی در مسئله تغییرات اقلیمی افغانستان پس از ماه آگوست سال 2021 میلادی در این کشور ابراز نگرانی می‌کند.
پس از ماه اگست سال 2021 میلادی به موضوع تغییرات اقلیمی در افغانستان توجه صورت نگرفته. سکتورهای خصوصی به شمول سازمانهای غیر دولتی جوامع بین الملل باید بیشتر به موضوع تغییرات اقلیمی بپردازند، زیرا این موضوع به توجه بیشتر نیاز دارد. همزمان با این کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید رویدادهای برخواسته از تغییرات اقلیمی در افغانستان فاجعه بشری است که بیشتر زنان را متاثر ساخته است. واضح است که موضوع تغییرات اقلیمی به یک چالش عمیق و بنیادین به شهروندان افغانستان به ویژه برای زنان و کودکان این کشور باقی مانده است. مقام‌های امارت اسلامی در این کنفرانس می‌گویند انتشار و تولید گازهای گلخانه‌ای خلاف قوانین بین‌المللی و بشری است و از کشورهای صنعتی می‌خواهند که برای پیکار با تغییر اقلیم با کشورهای آسیب‌پذیر همکاری کنند. افغانستان ششمین کشور متأثر از تغییرات اقلیمی در جهان به شمار می‌رود. روند توزیع کمک از سوی مؤسسات جهانی و نهادهای خیریه داخلی و خارجی در همه روستاهای زلزله‌زده هرات ادامه دارد. این کمک‌ها شامل مواد خوراکی، خیمه، کمپل، لباس و مواد بهداشتی است. آسیب دیدگان زمین لرزه در هرات که خانه‌هایشان ویران شده، خواهان ساخت سرپناه از سوی دولت و نهادهای مددرسان جهانی اند. این موترها کمک‌های ملل متحد را به روستاهای آسیب دیده از زمین لرزه در هرات می رسانند. این کمک ها شامل مواد غذایی، مواد بهداشتی، خیمه و کمپل می شود. یک نهاد خیریه که مقر آن در آلمان است، برای صدها خانواده در روستای نایب رفی در ولسوالی زندجان هرات مواد غذایی و غیر غذایی کمک کرده است. برای خواهرا و برادرهایی که در زلزله متضرر شدن، همی کمک ها را آوردیم که شامل خیمه، کمپل، چای، بوره، روغن، آرد. اتاو یا کورنیو تا غذایی و غیر غذایی مواد ورووشل. دی دونه ورس تا غاړو چې بعض کورنۍ په دې کې خیمه خراب شوی دي، دی لپاره خیمه راوړو او کومکونه ورسره وکړو. این آسیب دیدگان زمین لرزه که خانه و دار و ندارشان را در این رویداد از دست دادند، این کمک ها را حیاتی می خوانند. گفت روبرو بار مثلا منو خیبی نمیاره دیگه، گفتن نکن مال بول پیشی خون نداریم، جوجی گفت مال حال خور نداریم، هیچ چیز نداریم، زندگی ما کار میبینم خراب شد. حال که بس منو همی چیز خدا واسطه که میاره می اگر تا آخر همی تو باشه کو میشه، ولی ان شاء الله فردا اگه نباشه دل یک بال پیشی تو چیزمو کمبودی داره. آسیب دیدگان زمین لرزه در هرات خواهان ساخت سرپناه دائمی از سوی حکومت و نهادهای کمک رسان جهانی هستند. با گفته آنان به علت سردی هوا در زیر خیمه ها زندگی دشوار است و کودکانشان بیمار شدند. 3 تا 4 تا کمپل میندازیم، ایت خیلی هوا سرده، ما بسیار به حساب سردی حال دیگه رو به ازی بعد ما بیشتر به عذاب میشه. همینجا ما زندگی کردن نمیتونه، بعد هر جا به هر ولایتی به هر غریه به هر جا میتونه سرپناه ما بسازه، فقط کس اینجا زن بچه خستن اینجا نمیایه. در همه روستاهای آسیب دیده از زمین لرزه در ولسوالی های زندجان، انجیل و کشکر بالسنگی هرات از سوی نهادهای مددرسان خیمه کمک شده است. در کنار سازمان ملل متحد، کشورهای ترکیه، ایران، چین، قزاقستان و امارات متحده عربی و برخی نهادهای دیگر جهانی به آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت هرات مواد غذایی و خیمه کمک کردند. ادامه خبرها پس از وقفه. با ادامه خبر در خوش آمدید. در آستانه فرارسیدن فصل سرما، برخی از بیجای شدگان داخلی از نبود امکانات اولیه زندگی شکایت دارند. آنان از حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان میخواهند تا کمک ها را برایشان فراهم بسازند. با این حال سخنگوی امارت اسلامی میگوید که تلاش میشود تا کمک های لازم از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای این بیجا شدگان صورت گیرد. زرغونه از بیجا شدگان داخلی است که با 8 فرزندش در این کلبه غریبانه به سر میبرد. هر انگامی که هوا بارانی می شود، به نگرانی های او از بهر نداشتن مواد سوخت در فصل سرما افزوده می شود. خوانده ها مجبورت لرو بچان می دخستی و کاروبار نیشته ده، یخ ده، خوراکش هم سرپرخ والا سنگ نیشته ده، سرپناز یعنی لرو، یخ که گرزی که دامه شمان قاغذون ده گونده بخارین لرو ما.
برخی از بیجا شدگان دیگر که سرنوشت مشابه زرخونه را دارند میگویند که نبود مواد خوراکی کافی و مواد سوخت برای زمستان پیش رو از مشکلات اصلی فراراه آنان است. زمده قاغذون و کارتنون را طوله و سوزهوی نمغ بندی دیگم که و خپل بخاریم پری باله و هم شمان پا تکلیب که هم من پا تپولی که است. اوز دا سگانی جمیتم دیر سوده دا چه دا پرون و المرز رست لگ اوا ترخشه بیده نو دیر نگرانه ایو چه رو را منگ دیر سر سگانی جمی سر سر قمت مبارزه او کو. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که با بیرون ساختن مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه شمار مهاجران در کنار بیجا شدگان افزایش یافته است و آنان درباره رسیدگی به چالش‌های این بیجا شدگان به کمک نهادهای خیریه ملی و بین المللی نیازمند هستند. امارت اسلامی افغانستان اقتصادش در حد تقویت نیست که به هم رسیدگی و یکسان صورت بگیره. از خاطر طبیعی از مشکلات هم داریم. غیر راستا از کشورها هم همکاری ها را میخواییم. از مؤسسات بین ملی هم میخواییم که با این بیجا شده ها کمک و همکاری صورت بگیریم. زمستان پیشرو در حال نزدیک می شود که امسال بحران اقتصادی و افزایش بیکاری بسیاری از شهروندان کشور را نادار ساخته است. ما اینها و مهمات منفجر ناشده از جنگ ها هنوز از باشندگان اروزگان قربانی می گیرد. باشندگان این ولایت از مسئولان می خواهند تا مهمات و منفجر مواد منفجر ناشده را در این ولایت نابود بسازند. در این حال مسئولان محلی اروزگان از آغاز برنامه پاکسازی ما اینها در این ولایت اطمینان می دهند. این منطقه مهرآباد در مربوطات شهر ترینکوت مرکز اروزگان است که در گذشته خط اولی نبرد بود. هرچند مردم این منطقه به زندگی عادی خود برگشته و دیگر ترسی از جنگ وجود ندارد، اما موجودیت مواد منفجر ناشده در این منطقه هنوز هم برای زندگی آنان یک تهدید به شمار می رود. دخپل ماشومان سر مر دوغه ننس کولای چې خوته ولار سو د کور ووزو مر ماشومان را در لاس نیولې چې د خوته مور تیر را دلته دا شام پراتی دی خو سه دوری را کاش کو دلته مور تیر را دا شام پراتی دی د لول وختي بس اخی خوچ سکه دی بلنګ ټاور کې واره برکشه نه تی واره کوچ پشک باز واره پټاس نو دغه لسته کې د تایری راکټ وو ما ماشومان تو ویل ما ته سي لاس مور لري زواره نه خپل ما در دا یو بغل ګر کې یو مو ویداروت مو غرزه باشندگان اروزگان میگویند که مواد منفجر ناشده هنوز هم جان کودکانشان را میگیرد و از نهادهای مربوط میخواهند تا این ماین ها را گردآوری و از بین ببرند. ما یو څوک پیدا شي چې دغه مرمۍ وکاږي، دغه ماینونه وکاږي، دغه د راکټ ګولۍ و هر شی دلته اتمن دلته هغه خلک به چې دلته به و دلته بیا ماین پټ کړي، ماین دغه سړي چې پټ کړي هغه به ولاړ شهید بسو. چاوده دن کې مواد پټ دي زات ماشمان به خو شای جن مایستسوی د دې په استمون جن مایستسی یا به مایو بس. مسئولان محلی اروزگان نگرانی باشندگان این ولایت را بجا می دانند و از آغاز برنامه پاکسازی ماین ها از ساحات خبر می دهند که در جنگ های گذشته ماین گذاری شده بود. مرابط سمیت با من انشاءالله عزیز فاقراده توجه کیزه او امروز جمعی تر سو دلی سیم هم در تخنیکی چیمون پر توسط سر او داوی پهمکاری سر بده اسیم پاکیزه و در ماین سبخه. بر بنیاد آمار ریاست انسجام هماهنگی و تطهیر ماین از آغاز سال روان 2023 میلادی تا کنون بیش از 120 تن در اثر انفجار ماین در سراسر کشور جان باخته و 200 تن دیگر نیز زخم برداشتند. میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید. همزمان با روز جهانی غذایی، سازمان جهانی غذا میگوید که 15 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارد. در گزارش این سازمان آمده که یک بر سه حصه جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این روز در حال در افغانستان فرا می‌رسد که بر بنیاد گزارش‌های نهادهای جهانی میزان فقر در کشور در سال‌های پسین گسترش یافته است. روز جهانی غذا در حالی در کشور فرا می رسد که هزاران خانواده با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. از میان هزاران تن ویسودین 70 ساله نوناور خانواده 6 نفری است. او که از جمله متقاعدین است می گوید 2 سال می شود با کراچی دستی خود برای پیدا کردن لقمنان در گوشه های پایتخت کار می کند. غیر خودم دیگه کس، غیر جز دربار خدا دیگه کس نیست. اینمی 6 نفر ریال کس در دوش خودم است و خداست. دیگه در 3 وقت نان، 1 وقتش اگر کدام میده پیوه و هم
هست یا نیست خوره به دست خداست، دیگه چیزی در دست ما قرار نداره. 20 روپای بلوز کار کردیم دیگر، روز 50 روپای 100 روپای در اوچی ما میشه، نی چای ما میشه، نی بوره ما میشه، نی آرد ما میشه. از سوی هم وزارت اقتصاد دلیل ناامنی غذایی را تغییرات اقلیمی عنوان می کند. تغییرات اقلیمی مال محدودیت ها و نبود زیرساخت های اقتصادی سبب افزایش میزان بیکاری و ناامنی غذایی گردیده. ادامه کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی به گونه شفاف و پاسخگو به ساحات آسیب پذیر و افراد نیازمند برای مبارزه با ناامنی غذایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم موثر می باشد. دلیل فقر در افغانستان بیکاری و نبود شغل برای مردم می باشد و همچنان گفته می توانیم که تحولات سیاسی هم نقش خود را می داشته باشد و راه بیرون رفت از این معضل بزرگ که همانا فقر باشد. در این صورت باید حکومت فعلی راهکارهای مناسب و بنیادی را برای ریشه‌کن کردن فقر در افغانستان روی دست بگیرد. به صورت مدت زمان طولانی مدت ما بتونیم ایجاد یک نوع خلق ثروت در چرخش اقتصادی افغانستان بکنیم، باعث میشه که این خانوارها هم در کنار از اینکه اشتغال زایی در از اون به وجود میایه، ما میتونیم یک نوع روند منظم در قسمت صحت و تغذیه خانوارهای افغانستان به وجود بیاریم. چند پیش برنامه جهانی خوراک و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد همچنان از ناامنی شدید غذایی در 22 کشور به شمول افغانستان تا ماه نوامبر سال روان هشدار داده بود. وقفه. و چند خبر کوتاه از جهان. آمار تلفات حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه به 2750 تن افزایش یافته است. مقام‌های بهداشتی نوار غزه می‌گویند که در نتیجه این حملات 9700 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی گزارش دادند که برای نابودی کامل حماس آماده عملیات زمینی در نوار غزه هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که ایالات متحده باید پاسخگوی حملات نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه باشد. ناصر کنعانی افزوده است که ایالات متحده با تمام توان از اسرائیل در برابر فلسطین پشتیبانی میکند. او تاکید کرده که امریکا اخیراً یک کشتی هواپیمابر خود را به پشتیبانی از اسرائیل در شرق دریای مدیترانه مستقر کرده است. این در حالی است که ایالات متحده نیز اعلام کرده که دومین کشتی هواپیمابر خود را به زودی و به منظور پشتیبانی از اسرائیل در شرق دریای مدیترانه مستقر خواهد کرد. روند صادرات انار از کندهار به هند آغاز شد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار میگویند قرار است امسال هزاران تن انار به هند صادر شود. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت تاکنون توانستند بیش از 30,000 تن انار را به کشورهای گوناگون جهان صادر کنند. اینجا در ولسوالی ژره کندهار اناری که در این لاری بار می شود قرار است به هند صادر شود. بازرگانان میوه تازه می گویند که صادر شدن انار به هند نسبت به پاکستان سود زیاد خواهد داشت. وس خنو کرا کرا یو تجار مخکلی بلی پس مخی بلی پس مخی در ډیره غټه غټه کی ورور بیا ته په هندستان په سال وړه ده په شپې سوم خرڅیږي پر موږ دینه بار کړی انار او وس غواړی د کومه سم دا غوښتنه چې نور یو دته موږ شرم په شته د غوړسیږي. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگوید که تا کنون 33,000 تن انار این ولایت و بیرون از کشور صادر شده، اما بر بنیاد یک تفاهم نامه توانستند به هزینه 80,000 دلار آمریکایی 100 تن انار را به هند صادر کنند. دروجی زرتنه پاکستان هیوات تلیدی او پاکستان هیوات بیا څورې زباد به انډیا ته شروع کیږي چې هغه انار ډیر په صحیح طریقه روان دي. استازه شروع سویدی در سلوچون و پندازه در اسپازه سورز کلیدی. از سوی هم شماری از باغداران انار صادر شدن این میوه و بازارهای جهانی را در رشد اقتصادیشان مهم می دانند. اتاری اکو بنگیم بنجی سپلی نو بس مرز دقت انشزار چ مرز دا اصولات دا سلات سمسی یو نور ملکو تا بلارسی و مرزم دس غریبان مسکنان خالی گوشه دی چی دقا دا زمرز هر سرای دقا شل پینزی بیش کسا ایل داری پا کور کلیری شده چی دا زمرز شی پا پروش برسی جی. انار کندهار که از شهرت ویژه داخلی و جهانی برخوردار است، بیشتر باغ‌های آن در ولسوالی‌های ارغنداب، ژرای، خاکریز و ارغستان این ولایت وجود دارند.
صدها راهنمای معاملات به علت فعالیت‌های غیرقانونی در سراسر کشور مسدود شده است. وزارت عدلیه امارت اسلامی میگوید که بیش از 3000 دفتر راهنمای معاملات نظارت شده که از این میان بیش از 800 آن مسدود شدند. همزمان مسئولان برخی از دفترهای معاملات از وزارت عدلیه می‌خواهند تا روند نظارت از راهنماهای کشور را سرعت بخشند. سخنگوی وزارت عدلیه به طلوع نیوز میگوید که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی بیش از 3000 دفتر راهنمای معاملات را در سراسر کشور نظارت کرده است. برکت الله رسولی می افزاید که بیش از 800 دفتر راهنمای معاملات به دلیل فعالیت های غیرقانونی مسدود شده و در حال حاضر حدود 10000 راهنما در سراسر کشور فعالیت دارند. د دغه بوده پترس کې د معاملاتو د لارښوونې له 3850 دفترونو څخه څارنه او بررسی ترسره کړي او له دغه جملې څخه یې 833 دفترونه د سرغړونې په دلیل تړلی دي. با گفته سخنگوی وزارت عدلیه، عدم تمدید جواز راهنمای معاملات سندهای جعلی از علتهای مسدود شدن این راهنماها بوده است. از سوی دیگر شماری از مسئولان دفترهای راهنمای معاملات از وزارت عدلیه می‌خواهند که روند نظارت از دفتر راهنمای معاملات را شتاب ببخشد. دلته هر څوک بازار ته راوتلی و خرید و فروش د خلکو پیسې تښتولې، غلطې معاملې کولې، غلطې مځکې خرڅولې، غلطې معاملې کولې، د خلکو اسنادو باندې نه پوهېدل. نو هر څوک بازار ته راوتلی و. دا د وزارت عدلیې ډېر ښه اقدام ده او موږ یې هرکلی کوو. دا اقدام باید شدت ورکړي چې دغه ټول د کابل ښار راهنماګانې دوباره چک کړي چې دغه ښه و بد تفریق وشي او راهنماګانې چې جواز اخیستی قانوني د خپل فعالیت وکړي او غیر قانوني چې دي دا باید قانون منګولو ته وسپارل شي. بر بنیاد اطلاعات وزارت عدلیه مسوده راه کار امور راهنمای معاملات را نهایی کرده است و با اجرای آن در امور راهنماهای معاملات کشور سهولت‌های بیشتر برای درخواست کنندگان فراهم خواهد شد. برنامه جهانی خوراک میگوید که در 8 روز پسین تعداد زمین لرزه ها در هرات به 7 زمین لرزه میرسد و پس لرزه های گوناگون در این شهر نیز افزایش یافته است. مسئول ارتباطات برنامه جهانی خوراک برای افغانستان میگوید این زمین لرزه ها ده ها روستا را تحت تاثیر قرار داده و برخی از روستاها به گونه کامل ویران شدند و تاکید میکند که آنان تلاش دارند تا کمک های اضطراری را به آسیب دیدگان زمین لرزه هرات ارائه کنند. از آی هم شماره از آسیب دیدگان در ولایت هرات خواهان کمک و ساخت خانه هایشانند. نگرانی و اندوه در چشمان آسیب دیدگان زمین لرزه پسین در هرات موج می زند. این آسیب دیدگان می گویند که خانه و کاشانه هایشان به علت زلزله مرگبار به کلی ویران شده است و از نهادهای امداد رسان می خواهند که در بازسازی این خانه ها به آنان یاری رسانند. کمک ده که خونه های ما درست کنید شو زمستانی. کودک ها ما خود ما همه که آواره جایی نداریم که یک پیاری چای بخوریم. ما هیچ نمیتوانیم که همین خونه رو پس با پا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم. بیرو بودیم زلزله شد دیگه نفهمیدیم به خود به حالت کو نمیفهمیدیم. وقتی که کمی قرار شد که بیامودیم مادرمی بچه هم اینجا بفتاده بود کلو خوبالی بفتاده بود. خوشلوچی از هم خودی بودن اما مقام های محلی در هرات اطمینان می دهند که در بازسازی این خانه ها به آسیب دیدگان همکاری خواهند کرد. د هرات ولایت سیمه ایز اداری رهبری سرویگانی کړي دي او د خلکو سره په مشوره د متضررینو او خیر و تجارانو سره په مشوره چې هر ځای که وغواړي شهرکونه ورته جوړ کړي هم دې ته آمادګي جناب ویل چې موږ ته یو منطقه ته کوي مشخص کوي نو هلته د دوی دپاره سرپناوې جوړوو د سرپناوې دغه په حدود شپږ سوه اووه سوه چې د دوه سوه میله چې څونه سرپناوې پرې کېږي نو هغه په جریان د دیرشو نه تر څلوېښت ورځو پورې موږ ته ټول تکمیله وو. در همین حال برنامه جهانی خوراک میگوید که زمین لرزه پسین در هرات ده ها روستا را تحت تاثیر قرار داده و برخی از این روستاها به گونه کامل ویران شده است. مسئول ارتباطات این نهاد اطمینان داده است که با کمک هایشان به آسیب دیدگان زمین لرزه هرات ادامه می دهند.
برنامه جهانی غذا پس از این زمین لرزه در محل رویداد حضور یافته و کمک‌های غذایی اضطراری را به آسیب دیدگان این زمین لرزه ارائه می‌کند. اما برای رسیدگی به افراد نیازمند به بودجه و کمک بیشتری نیاز داریم، زیرا این کمک‌های غذایی ما از برنامه‌هایی که به شدت با کمبود بودجه روبرو هستند گرفته شده است. پس از زمین لرزه هرات در 7 اکتبر شماره از کشورها به شمول ایران، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، استرالیا، ژاپن، چین، آذربایجان، نروژ، پاکستان، آلمان و ازبکستان تعهد کردند که کمک می کنند. سردار گل جیت سنگ نماینده اهل هنود و سیک در شورای وکلای گذار نواحی 22 گانه گماشته شد. رئیس انسجام امور مردمی شهرداری کابل گماشتن نماینده اهل هنود و سیک در کابل را برای تامین حقوق شهروندان اهل هنود مهم می داند. روند توزیع زمین و پول و نفت به هدف ساخت سرپناه برای 74 خانواده آسیب دیده سیلاب ها در ولسوالی جلریز میدان ورتگ آغاز گردید. این آسیب دیدگان میگویند که افزون بر سرپناه، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی از دیگر چالش های جدی فرارای آنان است. رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی این ولایت میگوید تلاش میکنند تا با همکاری نهادهای کمک کننده به دیگر مشکلات این آسیب دیدگان نیز رسیدگی کنند. پس از نشر گزارش تلونیوز حدود 3 هفته پیش در مورد بی سرپناهی سیلاب زدگان در منطقه تکانه ولسوالی جلریز میدان بردک، با تازگی روند توزیع زمین و پول نقد به خانواده های آسیب دیده به هدف ساخت و ساز سرپناه آغاز شده است. منطقه ما را سیل برد، ویران کرد، ویران شد. خانه ما را سیل برد، شهیدا دادیم. حال برای ما دولت یک پنج بسوا زمین هم داد. برای ما پول نقد داد. کار این سر از امروز عملا ما شروع میکنیم. قسط اول برای ما از طرف موسسه دیارسی که وعده شده بود دادک به مبلغ 71500 افغانی. دیگه هم کمک ها که یک درکت ما شده، یعنی امروز بخیر پیسه میگیریم که بخیر برای چی نمرای ما که توزیع شده بود و نمرا بخیر کارش شروع کنیم. شمار دیگر از این آسیب دیدگان میگویند که کمبود آب آشامیدنی سالم، دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی، خراب بودن راه در اثر سیلاب هنوز هم یکی از چالش‌های جدی فراراه آنان است. اون نشدن اینجا بسیار کم از نیست. اینا اونجا ضرورت داریم، سرک ضرورت داره. مشکل اونده مو سری آب است، سری نمی سرک است، سری نمی گپوس. دیگه خواهش میکنیم از مؤسسه که یک چیزی همکاری کنم. از سوی دیگر رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی این ولایت میگوید به همکاری نهادهای کمک کننده به هدف دسترسی پیدا کردن به آب آشامیدنی سالم، مکتب، مسجد و دیگر مشکلات این سیلاب زدگان رسیدگی می کنند. دی نوروز تا دی دوی دی چلو روی کورانه دی کورونو ترمیم او جوریده دی پاساسی دول او پراروان زمی که جمعنه مرستی پا پیلان که ارتلر و امدارنگ دی اوبو او مکتب او مسجد دی پار هم پیلان لرو. بر اساس معلومات رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی میدان وردک، افزون بر زخمی شدن 60 تن در اثر سیلاب‌ها در سال روان در این ولایت، 16 هزار خانه به گونه کلی و قسمی تخریب و همچنان هزاران هکتار زمین را از بین بردند. صدها کودک در کندهار به بیماری‌های فصلی مبتلا شدند. مسئولان شفاخانه حوضه‌ای میرویس میگویند که همزمان با سرد شدن هوا، حدود 800 کودک بیمار به این شفاخانه آورده شدند. پزشکان رعایت نکردن نکات بهداشتی را یکی از علت‌های افزایش بیماری‌های موسمی می‌دانند. این بخش درمان کودکان شفاخانه حوضه‌ای میرویس در کندهار است. صدها کودک مبتلا به بیماری های فصلی که از بخش های گوناگون این ولایت به اینجا آورده شدند بستری هستند. معاون این بخش به تلونیوز میگوید که روزانه تا 40 کودک بیمار به این بخش آورده می شوند که در یک ماه پسین آمار این کودکان به 800 تن رسیده است. پخوا موږ د میاشتې 15-16 سوه درلودو، اوس 8 سوه مریضانو ته رسیږي. از سوی دیگر خانواده های کودکان مبتلا به بیماری های فصلی در شفاخانه حوضه میرویس میگویند که بیشتر این کودکان به علت سردی هوا بیمار شده اند. شپک شوار از شپک کل می شپک سکه بیده کشنیا نمرزانیر پلی من جپک این ده مدر پاره ای لسون خیرنی کالی خیرنی
د خورګي سر مشکل پیښیږي شنه چې په پاکي بیا نه مرزيږي سمې سپا وساتي شې سپا دغه کې مړوي بیا سم روزلکیش بیا در کم سمیش کنه نه سمیش ده پزشکان استفاده از آبای آشامیدنی پاک، غذای سالم و رعایت کردن نکات بهداشتی را از بهترین و آسانترین راه جلوگیری از بیماری های فصلی می دانند. فعالان فرهنگی و باستانشناسان در بامیان از کندنکاری غیرقانونی ساحات تاریخی در بخش های گوناگون این ولایت نگرانند و گفته آنان ادامه هر گونه کندنکاری در این ساحات پیشینه تاریخی میراث های جهانی را به سوی نابودی می کشاند. در همین حال رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان با تایید یک مورد از کندنکاری در فلسفولی پنجاب این ولایت می گوید این کار با هماهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ صورت گرفته است. شماری از فرهنگیان و باستانشناسان در بامیان در یک گرد همایی به مناسبت روز جهانی باستانشناسی از کندنکاری های غیرقانونی در ساحات تاریخی این ولایت ابراز نگرانی میکنند. به باوری آنان هر گونه کندنکاری و بی‌توجهی به میراث های فرهنگی جهان در بامیان پیشینه تاریخی و ارزش آنان را به سوی نابودی میکشاند. نگرانی ما ازی هست که اگر امی رقم ادامه پیدا بکنه میراث فرهنگی کشور و بالخصوص میراث فرهنگی ولایت بامیان به تاراج برده میشه و وقتی که به تاراج برده شوه کلی فرهنگی به یک ملت را ضربه لطمه بسیار صدمی زیاد میزنه که جبران ناپذیر هست. زمانی که شما باستانشناس باشین یا به ریشه های تاریخی و تمدنی خود مثلا احترام قائل شوین خبرهای مانند یک مثلا خبریت های غیر قانونی در بسان خود ولایت بامیان صورت میگیره اون زمان این موضوع رو درک کردن چی اندازه برای ما مثلا ناگوار و بسیار خبرهای غم انگیزی هست. اون چی که مهم است باید از طرف مسئولین کار شده که خود امر حفاظت از میراث فرهنگی در زمان حاضر نشود و زمان است ما میتونیم که بگیم کار نهادهای خارجی داخل میتونه مؤثر باشد. در همین حال رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان یک مورد کندنکاری در ولسوالی پنجاب این ولایت را میپذیرد اما میگوید که این کندنکاری با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شده است. هر جایی که حفریات میشن تیم باستانشناسی از مرکز میآیند، ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت در جریان میباشند. در پنجاب که چیزی که صورت گرفته بود ما در جریان بودیم، چون اونجا از طریق مردم عام زیاد گفته میشد که اینجا چی است و چی نیستن، باز ما وزارت در جریان ماندیم، مکتوبی اجازه گرفتیم، تیم باستانشناسی همراهش بود. این در حالی است که وزارت دفاع امارات اسلامی در خبرنامه ای از جلوگیری قاچاق آثارهای باستانی به ارزش 27 میلیون دلار در ماه های پسین سال روان خورشیدی خبر داده بود. بوته‌های نباتی حنا در ننگرهار با خطر از بین رفتن روبروست و کشت آن تنها با چند روزها در یکی از فلسفولی‌های این ولایت محدود شده است. کشاورزان و فروشندگان حنا می‌گویند هنوز هم بیشتر مردم به خرید حنای وطنی علاقه‌مندی دارند، اما واردات حناهای گوناگون و بی‌کیفیت از پاکستان این بوته نباتی را با خطر نابودی روبرو ساخته. ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار همزمان از تلاش‌ها به هدف توسعه و ترویج دوباره آن سخن میزند. بوته های نباتی حنای وطنی که در گذشته به گونه گسترده در شش ولسوالی ننگرهار کشت می شد، اکنون کشتی آن تنها به دو روستا در ولسوالی لعلپور این ولایت محدود و سبب نگرانی کشاورزان شده است. به گفته کشاورزان، نبود کارخانه های تولیدی و پروسس، تخم های اصلاح شده و بازار مناسب از علت هایی است که علاقمندی کشاورزان به کشت این بوته های نباتی را کاهش داده است. نکریز خوص دا پخاب و پرطلابان دیر کما شوی. تقریبا پسلو که دیش پیسده کرلکی گی او یا پیسده کما شوی دا. علت داده چی یو دا دی خواری زیاده دا. چه زمانگ بازار نشتا، زیان نشتا دی، کرخانه نشتا دی. کچری کرخانه یا بازار زمانگ اوی، نو زمانگ نکریز با مخفرفت دا غو کی پیاده بو کی خب خرچی گی انشالله. تو خم افغانستان که نشتا دا پاکستان دا پنجاب نرازی کنه او خاوریم گرانی شلی و کارونم دا غشاندی حالات دا غشاندی شد چید. غلام ګران شو لکه اوس نکریزه غلط دوه ټیمه کیږي جوار او دا یو ټیم کیږي په خپل کې مشکلات راځي. از سوی دیگر دکانداران و فروشندگان حنا میگویند هنوز هم خریداران حنای وطنی موجود است، اما واردات حناهای گوناگون و بیکیفیت از پاکستان این بوته نباتی در کشور را با خطر نابودی روبرو کرده است. مخکې په درې څلورو ولایتو کې کیدلی لغمان په این تر کونړه پورې بوجالۍ پورې چې نوم به ډېر اورېدلی
اوس یو په لالپور کې کیږي بل ځای کې نه کیږي. دلته فابریکې جوړ شي، سرمایه گذاری پی وشي، دته څوک پیدا شي، مارکیټ برابر کی، تر څو دا نه کړي موږ په شل لکمه بند کړی شو پاکټونو کې لکه کوم چې پاکستان ناراضي بیت مخر. در همین حال ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار میگوید که امسال در ولسوالی لالپور این ولایت تنها 190 جریب زمین بوته های حنا کشت شده است، اما آنان تلاش ها به هدف توسعه و ترویج دوباره آن را آغاز کردند. کوشش کو چې برتن کلونو کې دغه د لالپورې ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې چلته دغه نبات د آب و هوا و اقلیم سره ښه توافق لري وی کرو او ترویج کو. کاما، خیوه، بهسود، گوشته، مومندره و لالپور در ننگرهار از ولسوالی های هستند که در گذشته بوته های حنا کشت می شد، اما اکنون کشاورزان آن را در ولسوالی لالپور کشت می کنند و کشتیان در دیگر ولسوالی ها به صفر رسیده است. مسئولان محلی بدخشان در همایش به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم در شهر فیض‌آباد میگویند جنگ‌های چهار دهه گذشته اثرهای منفی را بر اقلیم کشور بر جا گذاشته است. با گفته این مسئولان، کشورهایی که خود را حامی حقوق بشر می‌دانند همواره حقوق مردم افغانستان را نقض کردند. در همین حال شماری از شرکت کنندگان این همایش خواستار جلوگیری قطع جنگلات و آگاهی دهی به مردم درباره تغییرات اقلیمی شدند. ریاست محیط زیست بدخشان در یک همایش از هفته جهانی تغییر اقلیم تجلیل کرد. شماری از مسئولان محلی بدخشان میگویند که جنگ های چهار دهه پسین اثرهای منفی به اقلیم کشور وارد کرده است. در اکثر نقاط جهان خصوصا افغانستان مدت 40 سال است که بم و بارود در آن استفاده می شوند. شکی نیست که استعمال بم های زهرآگین و باردها بر روح روان انسانها و تمام زندجانها هم تأثیر میگذارند. هدف برنامه ایسا که ما ایره اینکاس میتیم به جهان. به جهان که تغییر اقلیم یک پدیده نو نیست، یک چالش بزرگ در سر تا سر جهان است، تا که بتانیم که راه حلی را پیدا کنیم که مردم ملت ما ازی در امن بمانند. از سوی دیگر شماری از شرکت کنندگان این همایش خواهان جلوگیری از قطع بی‌رویه جنگلات، نابودی علفچرها و آگاهی مردم درباره اقلیم شدند. نه تنها در افغانستان خراب است، بلکه در تمام کشورهایی که رو به این کشور هستند، به زیادتر در کشورهای جهان سوم، یعنی کشورهایی که در حال توسعه و پیشرفت است، اقلیمش دیگه وضعیت خوبی نداره، بخت یک وضعیت خراب را دارد. عامل که سبب گرمایش زمین شده است خیلی از دلایلی وجود دارد. یکی از دلایلش جنگ و نامی در کشور می باشه، یعنی خصوصا افغانستان یا دیگر کشورهایی که بیشتر وجود جنگ وجود دارد، استفاده از سلاح های است یا دیگر موضوعاتی که وجود جنگ جدال وجود دارد سبب گرمایش زمین شده یا سبب تغییرات اقلیمی شده. از هفته جهانی تغییر اقلیم در حال بزرگداشت شد که دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا در ماهای پسین گفته بود که از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت با خشکسالی شدید روبرواند. با گفته اوچا، افغانستان یکی از 10 کشور خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. ریاست اسرامیاشت کندوز از ایجاد یک مرکز درمان بیماران روانی در این ولایت خبر می‌دهد. مسئولین اداره می‌گویند که آنان 450 بیمار روانی را در این مرکز درمان کردند و همچنان 126 کودک دارای سوراخ قلب، استخوان شکن و سوی شکل را به هدف درمان به بیرون از کشور فرستادند. در همین حال باشندگان کندوز از این نهاد می‌خواهند تا زمینه درمان بیماران سرطانی را نیز فراهم سازند. صحت په بخش کې منګه یو دارالمجانین، یعنی د هغه عصبي ناروغیو لپاره چې کومه مشخص شفاخانه ده، هغه منګه جوړه کړې ده چې تر اوسه پورې تقریبا موږ 450 کسان د عصبي ناروغان منګه پوشش لاندې نیولي دي. موږ غواړو چې دوی په سرطاني مریضیو کې هم د خپلو هیوادوالو سره همکاري وکړي او همدغه رنګه لکه سوراخ د کلب دپاره چې څوک دوی خارج ته لیږي، په همدغه سلسله باندې دغه سرطاني مریضان هم خارج ته ولیږي. باشندگان نوار غزه میگویند که در وضعیت بد بسر میبرند، به آب، برق، دوا، مواد خوراکی و سوخت دسترسی ندارند. آنان از وقوع یک فاجعه بزرگ بشری در نوار غزه خبر داده و خواهان رسیدگی از سوی کشورهای مسلمان و سازمان کمک رسان جهان شدند. همزمان مقام های بهداشت نوار غزه هشدار دادند که در صورت قطع برق شفاخانه ها و عدم دریافت لوازم بهداشتی، دارو و مواد سوخت، هزاران زخمی جانهایشان را از دست خواهند داد.
حملات هوایی نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه برای دهمین روز پیهم ادامه دارد. همزمان باشندگان نوار غزه میگویند که در وضعیت بد بسر میبرند و به آب، برق، مواد غذایی و مواد سوخت دسترسی ندارند. آنان از وقوع یک فاجعه بزرگ بشری در نوار غزه خبر داده و از کشورهای مسلمان و سازمانهای کمک رسان جهانی میخواهند تا به آنان کمک کنند. شما می توانید وضعیت را پس از آن بدانید که مردم برای دریافت آب و غذا در نانوایی صف می کشند. تمام وسایل مورد نیاز زندگی ما از بین رفته است. ما حتی نمی توانیم احتیاجات اولیه خود را تهیه کنیم. شرایط بسیار سخت است. نانوایی مقدار نان دارد اما نمی تواند همه نیازهای ما را برآورده کند. اکنون ما در حال پر کردن آب شور هستیم. من آماده نوشیدن از آب شور هستم. چی کار دیگری می توانیم انجام دهیم؟ ما اکنون مجبور به نوشیدن آب شور شده ایم. همزمان مقام های بهداشت نوار غزه گفتند که در صورت قطع برق شفاخانه ها و عدم دریافت لوازم بهداشتی، مواد سوخت و دارو، هزاران زخمی جانهایشان را از دست خواهند داد. کمبود لوازم اولیه در شفاخانه ها به معنای فاجعه است. اگر نیمی از دستگاه ها امشب به علت کمبود برق خاموش شوند و بیماران را از درمان باز دارند، این به معنای یک فاجعه واقعی است. ما نمی توانیم عملیه دیالیز را برای بیماران انجام دهیم. همزمان صدها تن از باشندگان نوار غزه در نزدیکی گذرگاه رفح تجمع کردند و آماده تخلیه این شهر و مهاجرت به مصر هستند. هزاران حامی حزب جماعت اسلامی پاکستان در شهر کراچی کشور راهپیمایی کرده و پشتیبانیشان را از نوار غزه در برابر اسرائیل اعلام کردند. معترضان اسرائیل را متهم به جنایت جنگی کرده و از رهبران کشورهای جهان اسلام خواستند تا جلو حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه را بگیرند. شمار از این معترضان میگویند که مخالف نظریه تشکیل دولت‌های مستقل فلسطین و اسرائیلند. آنها افزودند که سرزمین‌های فلسطین تنها متعلق به فلسطینیان بوده و از سوی اسرائیل اشغال شده است. هزاران تن از هواداران حزب جماعت اسلامی پاکستان در شهر کراچی این کشور راهپیمایی کرده و پشتیبانیشان را از نوار غزه در برابر اسرائیل اعلام کردند. معترضان اسرائیل را متهم به جنایت جنگی کرده و از رهبران کشورهای جهان اسلام خواستند تا جلو حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه را بگیرند. درخواست ما از رهبران جهان اسلام این است که قبل از اینکه غزه به شهر ویرانه و پر از اجساد مرده مبدل شود و غزه کمک کنند. زمان آن فرا رسیده است که جهان اسلام پشتیبانی خود را از مسلمانان اعلام کند. من مخالف نابودی فلسطین و مخالف کشتار برادران و خواهران مسلمانم هستم. دعا می کنم که اسرائیلی ها نابود شوند. برای آرامش مسلمانان دعا می کنم و از همه مسلمانان می خواهم که از مردم غزه پشتیبانی کنند. شماره از این معترضان می گویند که مخالف نظریه تشکیل دولت های مستقل فلسطین و اسرائیل هستند. آنان افزودند که سرزمین های فلسطین تنها متعلق به فلسطینیان بوده و از سوی اسرائیل اشغال شده است. هم عالمی برادری سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده است. نه تنها باید از ارتکاب این جنایات بیشتر جلوگیری کرد، بلکه باید اسرائیل مجازات شود. تنها راه حل این مسئله تشکیل کشور فلسطین است. اشغالگری اسرائیل غیرقانونی است. ما نظریه دو ملت را رد می کنیم. سرزمین های فلسطین متعلق به فلسطینیان است و اسرائیل آن را اشغال کرده است. ما اشغال اسرائیل را قبول نداریم. این معترضان تاکید کردند که تا زمانی که کشورها و دولت‌های اسلامی از نوار غزه و فلسطینیان در برابر اسرائیل پشتیبانی نکنند، با اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. و چند خبر کوتاه ورزشی. تیم ملی فوتسال افغانستان پس از راهیابی به جام ملت‌های آسیا در تاریخ فوتسال کشور بامداد امروز دوشنبه به کشور برگشت و سوی مقام‌های دوری ورزش مورد ستایش قرار گرفت. مسئولان فدراسیون فوتبال و تربیت بدنی در مراسم ستایش فوتسال بازان کارنامه های پسین آنان را در مسابقات بیرونی ستودنی دانسته و بر حمایتشان تاکید می‌ورزند. بازیکنان فوتسال در مسابقات جام ملت های آسیا 2024 تایلند خواهان پشتیبانیشان هستند. و با همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر. ممنونم از همراهیتان. تا بعد، وقت شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.